سلام، با کوچ سرخ از یوتیوب تلو خوش آمدین. سیار متین هستم با یک مهمان زیبا، مقبول، جوان، کسی که یک عمر در اینجا خدمت کرده، البته در افغانستان، و عمرشان هنوز جوان است. بسیار زیاد خوش آمدین خانم شکریه بارگزای، خانم زیبا و مقبول. زنده باشین سیار جان. سلام به شما، همکارای عزیزتان و بیننده های عزیز. سلامت زنده باشین. کجا بودین قدر وقت؟ زیر آسمان کبود، قطب شمال، کشور به نام ناروی، نماینده جمهوری اسلامی افغانستان، یعنی من حیث سفیر در اونجا کار میکردم، دوری خدمتم بود. والا خدا ناروی ها گفتن باشن چقدر افغان ها مقبول هستن، دیگه شما را که دیده باشن. والا ناروی خودشان هم بسیار مردم مقبول داره. از شما که مقبول نیست، به هر صورت، خب پارلمان چطور؟ پس نمیین؟ پارلمان دیگه والا من حیث عضو پارلمان رفتن، والا خود دیگه محال است. اما یک پارلمان برم، بله، خانه ملت است. دلم میشه که هر روز اموجه باشم، همراه همکارای عزیزم، بشنوم چی میگن، راه های حل داشته باشیم برای مسائل افغانستان. من فکر میگم پارلمان خانه ملت است، خانه وکیل صاحبا نیست. هرچند ما 12 سال در او خانه به اصطلاح بودیم، اما همیشه فکر کردیم که متعلق به ملت بزرگ افغانستان است. دقیقاً همونطور است. کدام یکی از وظایفتان تجربه عالی بوده براتان؟ پارلمان، سفارت و نه، هیچ قابل مقایسه نیست. پارلمان. پارلمان؟ بله، بله. خب پارلمان از کدام لحاظ مثلا؟ از هر لحاظ. موتورهای شیشه سیاه نمیگن؟ نه. موتور شیشه سیاه یا موتور یا درایور داشتن گپ نو به من نیست. باش پرتی هم قصه کنم متین سیار جان. وقتی که دوره طالبا بود، دل از این میکفید که یک موتر بنز سفید در کل شهر یک بنز بود، و یعنی بنز مدروز و رنگش هم سفید، بسیار اس کلاس مقبول، و در پشت سر سید یک خانم رو چادری و درایور درایف میکنه. از شما بود؟ بله، و همیشه برشان سوال میبود که خب حالا اینجا خانما به دوایر دولتی هم نیستن. خب یک سوال عجیب بود که نه تنها با اونا بلکه بردگران بود. من از یک کابل برتان قصه کردم که تمام نفوس کابل 500,000 نفر میشد و یک کابل دیگه بود. دیگه به این موتر و آرگاه و بارگاه هیچ خوشم نیستم. خب. از همین مردم و ملت هستیم، اما حالیش بهتر است. اما از سال 2007 به این طرف با توجه به تهدیدهایی که بوده در موتر زری میگردم، متاسفانه. متاسفانه هم یک شرایط هستم تو. نه، یکی در زری گشتن هست، یکی زری هایی که مثلا ما دیدیم که بعض وکیل صاحب باز ما خفه نشن، ششف دانه موتر مثلا بادیگارده ها، غال مغال، سرک بیدست برای ما. خود ما همراه همکارایم جنگ داشتیم در این مورد. اولایی که پارلمان شروع شده بود، اما موتر کرولای خوب مقبولم بود که به مو میرفتیم و میامدیم. اما وقتی که تهدید امنیتی شد و شما که هر روز یک یادداشت، یک مکتوب دریافت کنین که فلانی نفر از این اینجا میایه و تو میزنه و چی میکنه، خب پدر اولادا فکر کرد که از دست نتون میشکمه. والا والا دلش با اولادا سخت. دقیقا. خب از خانواده بگوین که خانواده تا نینجا است، در اوج امرایتان است. خانواده اولادم همراهیم است. نه، قطب شمال که بودم اونجا بودن همراهیم. فقط یک تغییر آمد که یک دختر کلانم ازدواج کرد، بخیر. تبریک. داماد دارم شدم و دیگه فرزندای من همراهیم هستن، هر جایی که باشم هستن همراهیم. خوشوی جوان هستین به خدا. والا آدم ناجوان نباشه خوب است. سن و سال و ظواهر چیزایی نیست که آدم بهش دل ببنده. خب از خانواده پدری و مادری، یعنی خانه خودتان، کیا از همراهیتان در افغانستان هستن، خارج هستن، کجا هستن؟ بس من سیار جان، پدر ما خداوند مغفرت کنه با جمله گذشتگان همه، آمین. 30 سال میشه که از دست دادیم. بسا پدر مهربان بود. هر چیزی که من امروز هستم از برکت پدرم هست. دختر آنچه را که بر من درس داد، اعتماد به نفس و مالدار روی یک افغانستان دیگه بود، یک شرایط دیگه بود. اما با مو شرایط هم کوشش میکرد که بر اولادای خود صداقت و اعتماد به نفس و وطن دوستی را به اصطلاح درس بده برشان. و از وقتی که یاد من میایه در شهر خود مسافر هستم. والده صاحبمشان، مادرم
که به سلامت باشن، به صحت باشن، چون کم صحتشان زیاد خوب نیست. دعا میکنم بر همه مادرها و پدرها و والدین که درد و مریضی از اونا بدور باشن. اونا با برادرم و خواهرم و فامیلشان به انگلستان زندگی میکنن. یک برادرم به امریکا است، یکی به جرمنی است، یک خواهرم به جرمنی است. خب فقط هم تو یک فامیل که در هر طرف کره خاکی مثل سایر فامیل هایی که میبینین مثل سایر مردم افغانستان تیت پرک هستن. خوب است از فامیل بارکزایی در هر مملکت یک پایگاه دارن. بارکزایی یک قوم بسیار کلان است اگر با او حساب بریم. بسیار یک قوم است که نه تنها در افغانستان بلکه در چندین کشور دیگه هم هست. بله بله دقیقا. خب از دوران درستان بگوین، کجا درس خواندین، مکتب کجا خواندین، پانتون بعدن کجا خواندین؟ لیسی عالی ملالای، پانتون کابل، پانزه زمین شناسی، دیپارتمنت هایدرومتولوژی. شکر خدا. و البته از صنف اول تا صنف دوازده لیسه ملالای خواندیم. تمام لیسه ها خوب است، اما یک چی بگم، یک حس افتخار عجیب دست میده که وقت آدم میگه. چون واقعا یکی از مکتبای بسا پیشتاز بوده، پیشکسوت بوده در عرصه معارف در افغانستان. واقعا وقتی که شما در پارلمان بودین یا حال وقت رفتین به مکتب بارم؟ بله بله، من پیش از اینکه سیار جان به پارلمان برم، پیش از اینکه عضو قانون کمیسیون تدوین قانون اساسی افغانستان باشم، ژورنالیست بودم. هفته‌نامه آینه زن داشتم، با وجود که مدیر مسئول بودم. در اون وقت نه تلویزیون خصوصی وجود داشت، نه رادیوهای خصوصی و نه رسانه های همگانی باید زیاد بود و یگانه خانم می بودم افغان که در کنفرانس های مطبوعاتی استاد می شدم و سوال می کردم و در حقیقت یه حرکت ما به اصطلاح تشویق و ترغیب می کرد دیگرانم که اول حضور زنان را بپذیرن. مخصوصا شما می فهمین که آخر سال طالبا و آمدن اداره موقت یک زمان بود که زنها هیچ اصلا در صحنه نبودن، حتی او زنهایی که مثلا آنانسرا بودن به تلویزیون رادیو تلویزیون ملی ما، بیرون که میشن چادری میپوشن. ما هم تو بدون چادری به شهر عزیز خود و زادگاه عزیزم و دیگه ولایات سفر میکردم و میگشتم. سفر زندگی ما اتو آسان نیست که ما برد بگویم که پارلمان شروع شد. پارلمان خوشبختیش همیست وقت آمد که رسانه ها، مخصوصا رسانه های خصوصی بیشتر شد، تعداد خانم ها زیاد شدن فضل خدا و یک برآمد خوب هم داشتن. اگر شما مثلا در سه دوره پارلمان محاسبه کنین، بیشترین کسایی را که مردم، چهره هایی را که مردم امرایش آشنا شدن، بانوان افغانستان هستند و این جدا یک افتخار بزرگ است. دقیقا. سلامت باشین خانم بارکزای. بین یک کمک شخصی تر بریم، از دوران جوانی ها قصه کنین، از شوهرتان قصه کنین، از زندگی اولش قصه کنین که چه قسم شروع شد، عاشقانه بود، لف مریج بود یا ارنج مریج بود، خدا نشانت در کجا دیده، مثلا در پانتون شانه تان در شانه شان خود که تا کجای تان رفتید یک آهنگک پلیش. نه خیر نه، او وقت اتفاقا پانتون را که شما امروز میبینین او زمان کاملا در حقیقت یک فرهنگ دیگه بود در شهر که زندگی میکردین. همه یکی دیگه خدا بسیار خوب میشناختن، فامیلا رابط خوب و نزدیک با هم داشتن، احترام اصل بود. باور میکنین سرویسی که معسلین میرفتن و میامدن از سرویس های کلان 303 بود، یا گلینی می بود یا مو سرویس های فوق‌العاده که از مناطق مختلف محصلین می گرفتن. اصلا این بحث مطرح نبود که دختر است یا پسر، بسیار به تفاوت عادیه که در کنار دیگر می نشستن بدون از اینکه اگه احساس اذیت و آزار یکی بدگیش رخ بده یا حس کنن. یعنی نزاکت ها بی نهایت مراحت می شد در زمان و همسنفی ها در حقیقت بیشتر من حیث خواهر و برادر و یک عضو خانواده وار بودن. به او حساب این قضیات فکر کسی به این چیزا نمی رفت. و ما که زندگی خودش رو کردیم با کتاب، با ورزش و با موسیقی. ما می فهم عشق بزرگترین هدیه زندگی هست و افسوس می کنم که بسیاری از جوانا عشق آغشته به احساسات
چی برتان بگیم زود گذر میدانن، اما نه عشق یک احساس است که درون قلب انسان میباشه تا یک هوس زود گذر. آلی که نامش بد میکنن از دو چیز بسیار نام بد شده در این وطن، یکی عشق یک سیاست. در حال کردیش بسیار پاک و مقدس است. عشق خوبی خیلی غتن کردن. حالا سیاست هم از اون روزگارش بد نیست. باش که سوال جوابش بپردازم. پیران سفید عروسی نپوشیدیم. بگو چرا؟ چرا؟ هیچ نگفتی که چرا؟ نه میخواستم بگویم. شاک شدی. به زمانی که قرار بود، یعنی یک تقسیم اوقات بود، شوهرم معلوم دار از جمله فامیل است، بیگانه نیست و ازدواج ما در اول، یعنی نامزاد که شدیم، قرار به این بود که یک دو سال نامزد میمانیم، بعدش میریم به طرف عروسی. همون که میگن یک دوره شناخت است، یک دوره آشنایی است. اما متاسفانه او دوره برابر شد، مصادف شد با جنگای داخلی. و در اون وقت بود که فامیل ما گفتن که دیگه گزاران همیشه باید بریم برون از افغانستان. وقتی مادر من این تصمیم گرفت و خسر من چون بچه خالش بود، خداوند مغفرتشان کنه، برشان گفت، اونا گفتن که پس بهتر است که امی دو جوان وقت رزی که نمیخواست بچهش یک بچه داشتم رای ما بیه و مالدار دشوارم هست بشان و یا بشان سخت بود که آرسشان ازشان دور باشه. گفت ما ترجیح میتیم که اگه یک نکاح شد باز بخیر آروسی آرامی که شد آروسی شد. مادرم گفت برین یک ملای مسجد پیدا کنین بیارین که بشنن نکاح کنن. حال میگردن ملا نیست بخاطر اینکه راکت زنی و راکت پرانی و جنگ های داخلی که بسیار خدا چقدر دعا کردی خدایت ملا پیدا شد. اتفاقا هیچ یک زمان است که شما برای چی برتان بگیم که نمیخواین نجات پیدا کنین از یک وضعیت اختناق و نصیب و قسمت بود. باز همونجا نکاح شد؟ بله. خب یعنی شما نرفتین باز مادر جان رفتن بخیر کرده؟ بله. شما اینجا مانده؟ بله. خب. آبا می کوره چی میگه حوادث آب دیده شدم دیگه. باز بالاخره روسی کرده نکرد لباس سفیدیت نپوشین دیگه. کجا را میشد آقا؟ هنوز همون تا سر وقت است، تشویش نکنم یا الان میشه دوستا رو دعوت کنیم ما میایم به خیر دارسیتان. اولادا زنده باشن. بله 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 زنده باشن. خو باش این از این خاطر گفتم که شاید بسیاری های دیگه هم همین قصه ها را داشته باشند در زندگی خود. قصه های پر از درد، خاطراتی که با انسان همیشه میمانه و یگان وقت دلم میشه که کاش کمی خاطرات بد انسان مثل یک دکمه دیلیت میداشت که فقط پاکش میکردی، تنها خوبی و خوشی را میدیدی. چون بعضا بسیار آزاردهنده است. این نه که به اصطلاح چه قسم آدم ازدواج میکنه و چی، اما در کل وضعیت را که انسان امراش مواجه میشه. خب یا خداوند توفیق بده که ما برداشت کده بتانیم، مقابله کده بتانیم در مقابله بدی ها. من فکر میکنم هر انسان توان مقابله با بدی را داره، مشروط به ای که به نیکی بیندیشه و به نیکویی فکر کنه. به 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 ما با نیکویی و اینی اکسا فکر میکنیم. بسم الله. خب این اکسا رویش هم خودم هم ندیدیم، شما خوبی از ندیدیم انشالله که بسیار مبارک است. بسیار مبارک است. من یک اکسا میکشم از بین از اینا، از بین چنی از یک سر شروع میکنیم. شما بگیم که چی ما شد و چی شما شد، باز او باز رویش دور میدیم. خواهیشی چی ما و چی شما نمیفهمم. اینی هر کس از چی ما شد و چی شما شد. مثلا بعض دوستان میگه خاله ما شوه، همه تو شوه، مثلا نامزاد ما شوه، ینگی تو شوه، این دیگه پا. اوکی، بریم. ای چی ما شوه، چی شما شوه؟ خب من نیفهم، من از ورق سفید است دیگه. پشتش از اکس. شما نشان بدین که بابا گویم. نشان بدون خیلی، اگر واضحی است که میگین. این مویل. هموطن هر دوی ما باشه. اون تا یک دانه هموطن هست داریم، بار دیگه باز نمیشه. هموطن همه ماست. آه، واقعی. یادش بخیر. بیشه. رئیس صاحب جمهوری اسبق. خب، ما دلیم بود بیمونم. میتونم یک مورد بگویم. بگویم، چرا. سوای از اینکه بسیار در دوره حاکمیتشان به لحاظ سیاسی حمایت کردیم، اما به لحاظ اجتماعی بیشترین انتقاد برشان داشتیم. و میفهمین که امروز چرا رسانه های افغانستان آزاد هستند، به دلیل از اینکه تخته مشق آزادی ما رئیس جمهور اسبق بوده.
وزیر اسبق اطلاعات فرهنگ بوده و او بزرگای دهی وطن بودند که قلم توانایی داشتند. ما در مجالس با هم سر و صدای بسیار بلند داشتیم روی مسائل، اما واقعا بسیار صبر داشتن و تحمل داشتن. خب یک کس که با قدرت است دید یکی هست، در برابرش یکی که از قدرت مفتدید فرق میکنه، اما یک صفحه درخشان در تاریخ افغانستان اینا نوشتن. بر کسایی که امروز قضاوت میکنن نمیفهمند که افغانستان دیروز از کجا شروع شد. ما به یاد دارم که این نظام یا اداره موقت از کجا شروع شد، چه قسم شروع شد و با چی مشکلات شروع شد. پس از این خاطر بخوایم نخواهیم با عنوان یک رهبر ملی با احساس و با حوصله در تاریخ دوست داره کل اگه همه دوست دارن ما هم دوست داریم. ای چی ما شو و چی شما شو، ما فقط سر راستا و سر چپی شو بینیم نمیم بشکیست. والا اینا لگ آدم بگه که خواهر ما و برادر شما یا هم یک جنجال است که آه. وکس یک چیز دیگه باشه. خب دوست شما و همکار من. آه چقدر خوب. بسیار بانوی توانا هستند فوزیه جان کوفی. صرف نظر از اختلاف نظر سیاسی که ما داریم که به او احترام میگذارم، اما افغانستان باید بپذیره که فوزیه جان هم یکی از بانوان نخبه سرزمین است و یک برآمد بسیار خوب در پارلمان داشتن. ما با مسائل شخصی و سیاسی کس بسیار کار ندارم، اما یک خانم توانا و با درایت هستند. تشکر. چقدر خوب والا اینا نبین. فکس اینا دی فکس هم میگن. کسی چی نکنه که علم غیب است چی است؟ اینا؟ والا تا این دو خوب بسیار خوب پیش رفته. اینا به ما چی باشه و به شما چی باشه. همکار شما باشه و دوست ما. سرچپش؟ بله. آدگر. نه همکار شما بوده دوست. بشر دوست عزیز و نازنین بسیار غنیمت است. اینم بد نگفتیم بخاطر از اینکه آقای بشر دوستم همکار بسیار نزدیک رسانه هاست. بله بله. و این راست برتون بگیم که دوست بسیار شخصی مام است. خوب خوب بله بسیار. بله یک لقب بر ما داده در پارلمان. چی؟ شاید لازم نباشه بگیم، اما باید بارین که بگیم. بگیم مرا همیشه که میدید میگفت ملکه خوب استی؟ واقعاً ملکه بود، ملکه استی، واقعاً ملکه استی. ایره خود صفتی نگفتم، ایره لطف بشر دوست صاحب گفتم که بدون شک من فکر میکنم که مانند بشر دوست هر سیاست مدار در هر کشوری که باشه جایگاهش دل مردم است. واقعاً خب خانم ملکه او دیگه لقب بشر دوست صاحب از باری نرکس لقب خود داشته باشه. خب والا این چیز ظلم است و مردم میبینیم ورق سفید او طرف جنسیتش نمیفهمی، کشورش نمیفهمی، هویتش نمیدانی و باید بویی که چی ما و چی از اینا میشه. والا چی بگه؟ صدایشان فوق‌العاده زیاد شنیده من مطمئن هستم. صدا کدام صدا است که آدم نمیشنوه؟ از هنرمند، از پارلمان، از چی بگویم؟ دوست مردم افغانستان باشه و رفیق جان به جانی شما. از خدا نایید ده گفتیم ما دجم مردم افغانستان. آه معلوم دار معلوم دار. چقدر خوب آمد بخاطر از اینکه من ندیده میشه. بله بله. اما ستاره تابان کهکشان هنر و موسیقی افغانستان که بهترین ها را بر ما برمغان گذاشتن، هدیه بخشیدن و تکرار نشده نیست. این پدیده دوباره تکرار نمیشه. این اسطوره ماندگار هست. دقیقاً. و صدایش همیشه زیبایی خود داره. حیف از ما از کجا با کجا آمدیم سیر جان. وقتی شما اشعار را که اینا انتخاب کردن، کمپوزای را که اینا داشتن میشنوین، اگه احساس دیگه میکنین به اصطلاح امرای خود میبریتان را دیگه به یک سرزمینه که یا به یک سطحی که آل خو متاسفانه بسا بی سویه شده میره قبول کنید. بسیار می خفه نشین، یعنی بسیار سویه ما در هر چیز بسا پایین آمده. خواهی آخری است. آخری است. بیشتر شما گفتین کتاب میخوانین، موسیقی میشنوین. بله. چیز ورزش میکنین. ورزش بله. گاه گاهی زمزمان میکنین؟ نه. سر دیگه نه بابا. چی میکنم نظره؟
خدا روی پرده نمیگه. یک بگویم سیار جان، ما به چند چیز باور دارم. هر کس در جای خود موثریت داره. بله. صحیح است؟ من نمیتونم هم هنرمند باشم، هم سیاستمدار باشم، هم نویسنده باشم. به او خاطر هیچ وقت یاد من نمیاد که من یک چیز را نوشته کنم و موسیقی گوش نکنم. وقتی که من شاگرد مکتب بودم و شبای امتحان یا وقتی که درسم میخواندیم، تا که موسیقی نمیشنیدم، من درس خوانده نمیتونستم. و همیشه کلگی گله را میکرد که چه قسم درس خواندن است، تو آهنگ میشنوی یا درس میخوانی؟ جالب است. خب من تا خودتان زمزمه نمیکنین؟ کوشش هم تا نوز نه دیگه. بعد از ایش دیگه لاولم که چی میگه گر پیش کدام استاد بانه ما. نه نه زمزمه گر ماندن ضرورت ندارم، پیش خود میخواین فقط به دل خوشی خودتان. مثلا ما میگم نه چون من همیشه میشنم، حتی وقت طالبا که موسیقی شنیدن جرم پنداشتم میشد، من یک تیپک خورد داشتم که پتریگک های چارجی میخورد، اونمو همیشه روشن میبود. همیشه ای چی ما شود، چی شما شود؟ شخصیت محبوب همه باشه. اوه هنگامه جان کالا مثلا بله 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 بله، یکی از غنیمت های بزرگ هستن در موسیقی افغانستان. بسیار زیاد. خواهر خرد از اینا فرشته جان سما برای مدت کم در لیسه ملالای همسنفی ما بودن. بله. باید صحیح شما بخورین زمزمه نمیکنین شما. والا ما همسنفی بودیم دیگه، از این بیشتر چیز نه. خب. وقت فرشته جان هم هنرمند نبودن. بله. یک چند سوال است، جواب کوتاه، سوال کوتاه، جواب کوتاه. بفرمایید. فقط زود. رنگ دلخواه؟ آبی. کشور دلخواه؟ افغانستان. موتر دلخواه؟ فرق نمیکنم. نه که انتخاب کنم. هیچ چیز خاص نیست. خدا هم از این دست پای خودم نندازه بابا، با تیر از بنز. غذای دلخواه؟ کچالو رو خوش دارم. خب، فیلم دلخواه؟ تایتانیک. تایتانیک. موسیقی شیطان است؟ نه. رئیس جمهور دلخواه؟ شما مگه دیده باشم؟ از سابق هم نیدیم؟ او وقتایی که من طفل بودیم به یادم نبود، حال چی فایده که من بگویم. اما امیدوار هست، چی میگه؟ امیدش دارم. موسیقی دلخواه؟ هر آنچه که به انسان خوشی و سرور بده. اون هنرمند دلخواه؟ زیاد هست. بگوین یک چندانش، مشکل نداره. فرهاد دریا. بله. از خانم ها؟ همش. درست است. کتاب دلخواه؟ زیاد هست. یکی شب بگویم؟ مصنوی. خب. چینل تلویزیونی دلخواه؟ مصنوی معنوی. خدا زده ما را غیر طلوع دیگه چیز نمیبینیم. گرداننده و نطاق دلخواهتان؟ گرداننده و نطاق دلخواه. زیاد است او هم. زیاد است. بله. خب. بگف شدی سیار جان؟ نه بگف نشدم. ما ایره میخواییم بپرسم که در بودن در افغانستان زیاد خوش هستین یا در اوج زیاد خوش هستین که باشین؟ در اردو صورت مثلا اینجا اگه باشین وظیفه داشته باشین، اگه اوجم داشته باشین وظیفه داشته باشین. امی وظیفه تنها رفتن به دفتر نیست. من ایره میفهم. اول برای یک مادر کلانترین وظیفه اولادایش هست. و من که هیچ وظیفه رسمی هم نداشته باشم، وظیفه رسانه ای دارم. تا حالا از روز که آمدیم میخواییم که دوباره همو آینه زنه به اصطلاح و چاپ بگیرم و روش کار کنم، اما فرصت برابر نشده. سیار عزیز، اگر قرار به این می بود که من هر کشور دیگه را نسبت به سرزمینم ترجیح میدادم، پس شاید 30 سال پیش یا 28 سال پیش از امروز میرفتم. من با امو درد و آلام هموطنهای عزیزم، خودم، اولادم در این سرزمین زندگی کرده. من میفهمم که برای هر کس یک گوشه از دنیا بهشتش است. بله بله. اما بر من باقی که درش میتونم نفس بکشم، هم رنگش باشم، از خودم است. خوبیش، بدیش، زشتیش، ناهنجاریش همیشه متعلق به خود میدارم، همون قسمی که دستاوردش او همی سرزمینم است. زنده باشین. تشکر. یک چیز برات میگم.
مسافرت غربت نیست، اما حس غریبی به انسان میده. دقیقا. و من او حس دوست ندارم. بله، یعنی خانه داشته باشی چرا در خانه همسایه بشینی؟ کاش کی گپ می بود که فکر میکردی که من خانه دارم، مکان دارم و خانه همسایه. همه چیزش برات بیگانه است، همه چیزش. هیچ چیز حس تعلق همراهش نمیتونی پیدا کنی. حتی همی کسایی که به اونجا به دنیا آمدن، زندگی کردن، بعد از 20 سال، 30 سال، حتی 40 سال بعد متوجه شدن و از خودی پرسانه میکنه که من کی هستم؟ در خانه یک نفر است، در اجتماع دیگه نفر است و به اصطلاح یک زمان میشن که با خود هستن و میپرسن که ما کی هستیم و چی هستیم. تفاوت ها در هر جای است و ما امید میکنم که سرزمین ما آباد و آرام باشه. آمین. خداوند جنگ ها رو دیگه خلاص کنه که کل عمر ما بیچاره خوب به جنگ تی شد، بهترین سالهای زندگی رو از ما گرفت، اولادکای ما ازم گرفت. اما امید میکنم که اولادای دیگه ما زنده باشه به خیر، فرزندای افغانستان زنده باشه و کشور ما به دست خود ما ساخته شه. دو سوال دیگه باقی مونده. بسم الله. یک سوالی است که در پارلمان از وکلا سرطان پرزه کس رفته؟ خانمای مقبول پرزه میرد. کم از پرزه نبود. شما فکر کنین که تقریبا چیز کم 14 سال پیش از امروز وکیل صاحبا با یک فکر و با یک اختیار دیگه بودن و اونا میخواستن اول که مثلا صف زنا جدا باشه و صف مردا علیحده باشه، در وسط پرده زده شده باشه، خود دیگه تقریبا یک پرده نامری باشه. شیبه لباس پوشیدن ما، افکار ما و نظریات ما از اون روز تا امروز تغییر نکرد و از امروز به بعدم تغییر نمیکنه. انشالله با مو چی میگه خداوند همه ما را هدایت کنه به صراط المستقیم، راه مستقیم. اما بیشمار گپ شنیدیم از همکارای عزیزم و با آرای کونا آمدن احترام دارم و فکر میکنم شاید حقم داشتن دیگه، چون برای اونا مشکل بوده سوای مثلا والده صاحبشان، خواهرشان، دخترشان، خانمشان، دیگه هیچ خانم دیگه را ندیده. چه خاصا که باز به یک زن روی نظریات از اونا گپ بزنه و انتقاد کنه. سخت بوده باشن، نه که ما رو تحمل کنه. آفرین ما که ما رو تحمل کردیم. آفرین از اونا افغانستان با این همی تحمل باید پیش بره دیگه. گپ از پرزه تیر بود آقا. رسما میگفت میکشیم ات. معشوقه رو میکشتم دیگه. یک جان تشکر کامل در برنامه. بسیار زیاد خوش شدیم. برنامه بسیار خوب بود. خدا کنه که وقت شما را زیاد نگرفته باشم. افتخار بخشیم در برنامه ما آمدین. دیگه اگر طبق معمول کلیشه ای ها میشه، اگر کدام پیام دارین به دوستا، به فامیل محترم، به خانواده، کمرا در خدمتتان است، میشه بگوین. و پیام مایی است بر دوستا که من یکی از بهترین مهمان ها را داشتم. تشکر سیار عزیز، بر ما هم یکی از بهترین برنامه های خودمانی بود که از این دریچه تانستم با هموطنهای عزیزم هم کلام شم و هم صحبت شم. فقط امیره میگم که دوستتان دارم هر جایی از این دنیا که هستین، هموطنم هستین و در کنار از این سرزمین شایسته بهترین هاست. بیاین بر بهترین ساختنش کمک کنیم. سلامت. ای بود کاوچ سرخ ای هفته که تقدیمتان شد. تا کاوچ سرخ بعدی شما را به الله پاک می‌سپارم. خیبر چوندی می‌فهمه و شما خداحافظ.